به بخش آخر برنامه خیلی خوش اومدین. هومن عزیز توی استودیو همراهمونه. ما با هومن درباره بازار بورس صحبت میکنیم. جلسه قبلی شما صحبت کردین، یه مقدار راجع به بورس توضیح دادین که سه تا شاخص باید داشته باشه کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه توی بورس. من یه دونهشو الان دقیقاً یادم، همه رو یادمه، البته اون یه دونهش که همیشه یادم میمونه اینه که همه تخم مرغامون رو توی سبد نذاریم. حالا میخوایم موضوع جدیدی رو با شما شروع کنیم، اینه که فرق بین بازار بورس تهران و بازارهای بورس جهانی چیه؟ هومن جون خیلی خوش اومدی. مرسی. من یه سلام کوچولو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزمون که دارین برنامه تماشا می‌کنن سر دنیا، و امیدوارم که حالشون خوب باشه. حالا این سوالی که من میگم، من منظورم تفاوت سرمایه گذاریه توی بازار بورس تهران و بازارهای جهانیه. دقیقاً امروز می‌خوام در مورد این صحبت بکنم که سرمایه‌گذاری در بورس تهران چه خوبی و بدیایی داره، بورس جهانی چه تفاوتی داره و پتانسیل و ریسک کدوم یکی بیشتر هست. و قبل از اینکه وارد این مقوله بشم، به من اجازه بدین که یه مقدمه کوچولویی عرض بکنم خدمتتون، چون من می‌دونم که خب خیلی از بیننده‌های ما شاید آشنایی چندانی با بازار بورس نداشته باشن، حتی با بازار بورس تهران. و احتمالاً بیشترین چیزی که در مورد بورس شنیدن اینه که حالا یه نفر تو فامیل و اقوام و دوستان داشته تو بورس کار می‌کرده، یا وضعش خوب شده آقا، وضعش خوب شده، یا خیلی وضعش خوب شده، یا اینکه خیلی مثلا همه زندگیشو از دست داده و این دوستان در واقع بازار بورس رو از این طریق قضاوت می‌کنن. من خب جلسه قبل هم توی که گفتین 3 تا 4 تا نکته گفتم در مورد خیلی نکات بیسیک ریسک منیجمنت رو، که ما چطور میتونیم توی این بازار ضرر نکنیم، حالا اگه سود نمیکنیم حداقل ضرر نکنیم. پس اگر شما دوست عزیزی دارین که توی این بازار رفته بدبخت شده، خیلی ضرر کرده، این دوست عزیز کلا حتی اصول بیسیک رو هم بلد نبوده و شما اون رو نمیتونین الگو قرار بدین که بگین بورس یه جایی که شما توش میتونین همه سرمایه‌تون رو دست بدین. یه مثال ساده بخوام بزنم، سرمایه‌گذاری تو بورس مثل رانندگی میمونه. آیا هر کسی میتونه رانندگی کنه؟ خب دفینیتلی میتونه، تقریبا هر کسی میتونه رانندگی کنه. ولی آیا هر کسی میتونه بدون آموزش و بدون تمرین ماشین ورداره بره 120 تو اتوبان گاز بده؟ خب نمیتونه. بنابراین آموزش مهمه، یه تقریبا 2-3 ماهی تمرین کردن توی دمو قبل از که وارد بازار واقعی بشین مهمه، ولی خب بعد از اون شما میتونید مطمئن باشین که سرمایه‌تون سیفه، ضرر نمی‌کنین و ان شاءالله کم کم سوداتون بزرگتر و بزرگتر میشه. برگردیم به مبحث امروز در مورد تفاوت بازار بورس تهران، سرمایه‌گذاری در بورس تهران با بورس جهانی. اولین تفاوتی که داره شاید خیلی در حرف ساده باشه ولی تو زندگی معامله‌گرا خیلی موثره، و اون همینه که بازار بورس تهران یه بازه محدودی از 9 صبح تا 12:30 بعد از ظهر کار میکنه. یعنی شما اگر تو اون 3 ساعت اویلیبل بودی، کار نداشتی، حالا تو شرکتتون مثلا جلسه‌ای نداشتین، میتونی نگاه بکنی و معامله انجام بدی، اگر نه که اون تایم گذشته و باید بری فردا بیای. بازار بورس در دنیا تقریبا 24 ساعته هستن، یعنی مثلا اگر به تایم لندن بگم، از 8 صبح بازار اروپا شروع میشه، آلمان و فرانسه شروع میشن، 9 لندن شروع میشه، 2:30 بعد از ظهر به تایم لندن نیویورک شروع میشه، 9:30 شب که مثلا نیویورک داره میبنده استرالیا شروع میشه، بعد توکیو شروع میشه، همینجوری میاد تا دوباره مثلا 8 صبح آلمان، دوباره لندن. بنابراین شما تایمتون در اختیار خودتونه، هر تایمی که اویلیبل هستین، هر تایمی که فری هستین، شما دوست دارین که صبح پاشین ترید بکنین یا اینکه نه شب از سر کار اومدین ترید بکنین، آدمی هستین که دوست دارین چه می‌دونم وسط روز، هر تایم در اختیار شماست. اینکه تایم در اختیار شماست این قدرت رو به شما میده که بتونین از هر تیکه از بازار سودهای مختلفی بگیرین. اگر شما تو بازار سنتی مثل تهران یه تایم محدود دارین واسه سود کردن، اینجا شما مثلا تو تایمی که لندن داره معامله میشه میتونین سهام بانک بارکلز رو معامله بکنین، تو تایم نیویورک میتونین سهام کوکاکولا رو معامله بکنین، بعد تو تایم ژاپن مثلا رو شاخص بورس ژاپن کار بکنین. فرصت‌های بسیار زیادی داره در اختیار شما میذاره واسه سود کردن. من خودم خیلی وقت این کار میکنم، ساعت 1 شب مثلا دارم میخوابم یه نگاهی میکنم اون ساعتی که توکیو بازه، یه نگاهی میکنم و خب مثلا پیش بینی میکنم که قراره که بورس لندن بریزه، شاخص سهام بورس لندن بریزه. تو اپلیکیشن ست میکنم که مثلا من در قیمت فلان میخوام این شاخص رو بفروشم یا بخرم، وقتی که رفت بالا یا رفت پایینم تو این قیمت میخوام معامله بسته بشه، چه با سود چه با ضرر، همه رو ست میکنم، میرم میگیرم میخوابم، صبح که بیدار میشم میخوام برم سر کار، نگاه میکنم میبینم مثلا 600 700 پوند سود کردم. پس شما لازم نیست اصلا پای سیستم باشین، شما کافیه که همه چیزو بسپارین به اپلیکیشن. میخوام بیدار میشم 700 پوند. پس همه چیز در واقع اتوماتیک انجام میشه و خب باز این دست شما رو باز میذاره که هر تایمی خودتون وقت دارین تحلیل رو انجام بدین، عددا رو بدین به نرم افزار، دیگه نرم افزار خودش میخره، خودش میفروشه، همه کار واسه تون انجام میده.
یکی از نگرانیه که مردم توی ایران دارن توی بازار بورس اینه که آقا ما مثلا میدونیم سهام فولاد مبارکی گرون میشه، بریم بخریم، بعد که میری بخری میبینی که مثلا 20 میلیون نفر دیگه هم اومدن یا 20 میلیون سهام دیگه هم میخواد خریداری بشه و شما ته صف هستی و تا نوبت به شما برسه بازارم که کلا روزی 300 بیشتر باز نیست، روزی 3% هم بیشتر نوسان نمیکنه، مثلا میری 5 روز طول میکشه. یه بخشی از اون سودی که قبل فولاد مبارکه بده تو این 5 روز هی کم کم قیمت اومده بالا و شما زمانی سهام بهتون میرسه که دیگه عملاً بیشتر سود از بین رفته. بازار اینور اینطوری نیست، بازار اینور لیکویدیتی اینقدر بالاست، اینقدر حجم تراکنش ها بالاست که شما به محض اینکه کلیک بکنین ظرف کسری از ثانیه، یعنی زیر یک ثانیه، معامله برای شما انجام میشه. بروکری که با شما کار میکنه این رو تضمین کرده که به محض اینکه شما کلیک میکنین واسه شما معامله رو انجام بده. دلیلش اینه که خب صدها میلیون نفر و ارگانیزیشن ها و بانک ها و مؤسسات مالی تو این بازار دارن در اقصا نقاط دنیا همزمان ترید میکنن. برای اگه شما میخواید یه لحظه کوکاکولا بفروشی، حتما یکی تو دنیا پیدا میشه که میخواد کوکاکولا بخره و اون بروکر معامله رو سریع انجام میده. بروکر خب همون منظورت همون واسطه هست دیگه، همون کارگزار که معامله رو جوش میده. این هم یکی دیگه از نگرانیه که خب مردم تو ایران میدونن یه چیزی گرون میشه، میخوان برن بخرن سود کنن ولی بهشون نمیرسه، تو صف میمونن. اینجا صفی وجود نداره، اینجا به محض اینکه دکمه رو فشار بدین معامله انجام میشه. بله، حالا ما برسیم به سوالامون، سوالامون رو بپرسیم. نه بذار یه چیز دیگه هم بگم بعد سوالو بپرسین. یکی از تفاوت‌های بسیار بسیار مهمی که اینو بگم اول، من همینا دارم میگم به این معنی نیست که بورس تهران بده ها. من قبل از که بیام انگلیس 3 سال تو بورس تهران کار کردم و سرمایه‌ام رو چند برابر کردم تو همون بازاری که دوران آقای احمدی نژاد هم بود، شکوفای اقتصادی هم نبود، بازار خود بالای خود پایین بود، ولی تو همون 3 ساعت و تو اون 4 ساعت تو اون آره سود خیلی خوبی گرفتم. یعنی من میخوام بگم بورس تهران خوبه. اگر کسی بیننده این برنامه است تو تهران نشسته و دستش به بورس لندن نمیرسه، به این معنی نیستش که بورس تهران رو اصلا بی خیال شین مثلا پولتون رو بذارین تو بالشتون. نه، بورس تهران خیلی خوب سود میده، ولی خب بورس‌های جهانی چون مدرن‌تر هستن پتانسیل بیشتری دارن. یکی از مهمترین پتانسیل‌هایی که باعث میشه ما اینجا سودهای آنچنانی ببریم که تو بورس تهران معمولاً نمیشه اینه که بازار اینجا دو طرف است. شما تو ایران اگه مثلا فولاد مبارکه می‌خرین، باید حتما فولاد مبارکه قیمتش بره بالا تا شما سود بکنین. حالا شما احتمالاً خبرها رو شنیدین که مثلا کمپانی ایران خودرو مشکلات مالی داره، ماشیناش فروش نمیره، مخصوصاً تا مثلا 6 ماه تحلیل کرده بودن یه دسته از مردم خریده خود دقیقاً. صفر رو. خب تو این شرایط مثلا اگه شما تحلیلگر باشید میگین که آقا قیمت سهام ایران خودرو میریزه، خب قیمت سهام ایران خودرو فرض کنیم واقعاً هم ریخت، تو ایران شما از این تحلیل سودی نمیتونین ببرین به خاطر سازوکار بازار. یعنی ماکسیممش اینه که دو تا از دوستاتون بگن که ایول چه تحلیل خوبی کرده بودی یا اتفاق افتاد. ولی تو بازار جهانی اصل بر اینه که کسی باید سود بکنه که درست پیش بینی کرده باشه. نو متر که حالا قیمت داره بالا میره یا قیمت داره پایین میاد. اگر قیمت داره مثلا الان نفت داره میریزه، من تحلیلگر میگم که آقا قیمت نفت فردا نزولی از مثلا بشکه 31 دلاری که هست میرسه مثلا به 28-29 دلار. اگر این اتفاق بیفته، من اینکه درست تحلیل کردم، خب منصفانه اینه که من سود بکنم و اون کسی که برعکس تحلیل کرده اون باید ضرر بکنه. این سازوکار در بازارهای جهانی وجود داره. پس خیلی از من میپرسن هومن الان وقت خوبیه که وارد بورس بشیم؟ این سوال تو بازار جهانی معنی نمیده. بازار جهانی همیشه خوبه، همیشه یا بالاست یا پایینه. اگه شما درست پیش بینیش بکنی خوبه و برای شما سود داره. بله، پس سال سوالمون رو بپرسیم. سوال اولو فرانکه. سوال اول اینه که چطوری میشه از روند منفی بازار استفاده کرد، سود کرد و چیزی که هنوز نخریدیم رو بفروشیم. آفرین، دقیقاً. همون کارگزاره، همون بروکر، این خیلی کارهای مختلفی واسه ما انجام میده. یکی از کارهایی که انجام میده اینه که مثلا من گفتم من میخوام فردا نفت بفروشم چون داره ارزون میشه و بعدا وقتی ارزون شد نفت ارزون بخرم که سود کرده باشم، یعنی گرون بفروشمش در آینده ارزون بخرمش که تفاوت این خرید ارزون و فروش گرون یه سود خوبی واسه من باشه. چطور من میتونم چیزی رو بفروشم که هنوز ندارم؟ بروکر میاد کمک میکنه. بروکر، بذار اینجوری مثال بزنم که خیلی به زبون ساده. من به بروکر میگم که الان نفت بشکه 30 دلاره، به من 1000 بشکه نفت قرض بده. 1000 تا بشکه به من قرض میده و من این 1000 بشکه رو در بازار میفروشم، 1000 تا 30 دلار، 30000 دلار پول دست من میاد. هنوز معلوم نیست که من سود میکنم یا ضرر میکنم، چون فعلا فقط یه ترانزکشن انجام شده. معامله زمانی تکمیل میشه که من یه چیز خریده باشم، فروخته باشم، ما با تفاوتش بشه سود من. فعلا فقط فروختم 1000 تا 30 دلار، 30000 دلار پول گرفتم. فردا از قضا میزنه و بازار میریزه و نفت از 30 دلار میشه مثلا 25 دلار، مثال ساده. من میرم 1000 تا بشکه 25 دلاری میخرم
از اون 30,000 تا که پول تو حسابم اومده بود 25,000 دلار میدم و 20,000 تا بشکه 25 دلاری میخرم. بشکه‌ای که گرفتم رو پس میدم به بروکر، میگم این قرضی که به من داده بودی دمت گرم، از تفاوت اون 30,000 تا 25,000 5,000 تا سود برای من میمونه. خب بعد این حالا اون چرا این اعتبار واسه چی میده اون بروکر؟ یعنی کارگزاره برای چی وقتی که ما مثلا اون برای چی اعتبار بهمون میده؟ اون کردیتو برای چی بهمون میده؟ کردیت رو بروکر به ما پرداخت میکنه به خاطر اینکه ما هر چقدر حجم معاملات بزرگتری انجام بدیم بروکر کمیشن بیشتری میگیره. مثلا شما اگر یه خونه کوچولوی 60 متری تو جنوب تهران بخرین، احتمالا شیرینی که به اون بنگاه معاملات ملکی میدین مثلا 500,000 تومان باشه، ولی اگر برین توی ولنجک مثلا یه باغ بخرین و یه قصر بخرین و اینا، دیگه 500,000 تومان که شیرینی نمیدین که. بروکر هم همین داستانش، بروکر دوست داره که شما معاملات بزرگتر انجام بدین هی، و با این معاملات بزرگتری که انجام میدین خب اون کامیشنای بزرگتری میبره. حالا کردیت چه خوبی واسه ما داره؟ این کردیت دومین تفاوت بازار بورس تهران با بازار جهانی است. تو بورس تهران شما مثلا 1,000,000 تومان پول دارین و حالا مثلا دوباره سکه هم 1,000,000 تومان شما میخواین سرمایه گذاری بکنین، فکر میکنین سکه گرون میشه، کلا یه سکه میتونین بخرین، حالا یه سکه هم چه میدونم 100,000 تومان گرون بشه، شما کلا میتونین 100,000 تومان سود کنین. حالا یه بروکری پیدا میشه یا یه آدمی پیدا میشه تو تهران به شما میگه که آقا 1,000,000 تومان داری میخوای طلا بخری، اوکی من حاضرم 100,000,000 تومان به تو بدم، تو برو طلا رو بخر. حالا شما به جای یه سکه میتونی 100 تا سکه بخری، به جای یه دونه 100,000 تومان 100 تا 100,000 تومان میتونی سود بکنی. خب این پتانسیل بسیار بسیار بالاییه. مردم معمولا از من میپرسن هم واسه اینکه تو بورسای جهانی بخوایم وارد بشیم چقدر سرمایه اولیه لازم داریم؟ تو بیانش شما سرمایه اولیه زیادی لازم ندارین به خاطر اینکه بیشترش داره به صورت کردیت از بروکر میگیرین. مثلا شما مثلا 5000 پوند سرمایه گذاری میکنین، بروکر به شما 50,000 پوند میده یا 100,000 پوند میده، بس اینکه شما چقدر کردیت بخواید، و اون وقت خب شما اگه بخواستید با 5000 تا معامله بکنین یه سود کوچولی میبردین، حالا 50,000 تا یا 100,000 تا دارین سودای بزرگتری میبرین. حالا این طرف خوب قضیه است، اگه ضرر کنیم چی؟ یه پولی قرض میگیریم، یه اعتباری قرض میگیریم، اگه ضرر کنیم چی میشه؟ آفرین. توی بازار تهران، تو بازار سنتی مثلا یه آیه حاجی بازاری خیلی کردیت داره، میره چکی جنس میخره و شروع میکنه معامله کردن. اگه بازار خراب بشه، جنساش فروخته نشه، این حاجی بازاریه میمونه و یه عالمه چک برگشتی و احتمالاً ورشکستگی و دادگاه و اینجور داستانا. ما تو بازار بورس اصلا یه همچین چیزی نداریم. چرا؟ چون اون نرم افزاره که گفتم همه کارو انجام میده، اون نرم افزاره به محض اینکه پول ما داره صفر میشه، کردیتو کار ندارم، پول مثلا اون 5000 تایی که شما اول گوشید داره صفر میشه، خودش میاد خود به خود معامله شما رو میبنده، نمیذاره که شما هیچ وقت از اون 50,000 تا کردیت ضرر بکنین. بنابراین دو تا خوبی داره، یکی اینکه شما هیچ وقت بدهکار نمیشین تو این بیزنس به بروکر، شما ماکسیمم ضررتون پولی که خودتون اول گذاشته بودین، حالا دوستان 1000 تا بزنین، دوستان 5000 تا بزنین، ماکسیمم اونو ضرر میکنین. و دو اینکه بروکر چون خیالش راحته که هیچ وقت کردیتش از بین نمیره، خود به خود بسته میشه، برای شما هر چقدر کردیت بخوای بهت میده، اگه 1,000,000 هم بخوای بهت 1,000,000 پوند کردیت میده. مرسی هومن جون، من دوستشم سوالای بیشتری بپرسم ولی خب وقتمون تموم شده. اگه کسی بخواد با شما در ارتباط باشه چیکار باید بکنه؟ میتونه به من ایمیل بزنن، من یه وبسایتی داشتم حالا یه مقدار ریدیزاینش کردم، ویدیو مطلب جدید بشه دفعه دیگه کردیم. چون الان وقتمون تموم شد، دفعه دیگه حالا بعدا میگیم، دفعه دیگه میگیم، این سوال فعلا بمونه تا هفته دیگه. مرسی از شما، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودیم، وقتمون خیلی زود تموم شد، تا یه فرصت دیگه، یه من تو پلاس دیگه، شب و روزتون خوش، خدافظ.